در ابتدا جمهوری اسلامی خیلی تمایل داشت که بگه عملا چیز خاصی رخ نداده، حملات خیلی راحت دفع شد، اما رفته رفته بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که منتشر میشه مشخص میشه که ضربات بی سابقه به رادارها، سامانه‌های راداری و دفاعی جمهوری اسلامی وارد شده. الان در حال حاضر این واکنشی که در داخل میبینیم، آقای فدوی صحبت کردن، گفتن که واکنششون خواهیم داد. گلپایگانی رئیس دفتر خامنه‌ای واکنش داشتش، حسین سلامی واکنش داشتش. فکر میکنید چقدر محتمله که جمهوری اسلامی واقعا به این چیزی که میگه عمل کنه و واکنش متقابل داشته باشه؟ با خدمتتون درود میفرستم و خدمت جناب آیین‌وند و همه مخاطبان صدای آمریکا. همونجوری که من همون شبی که اسرائیل عملیاتش رو علیه جمهوری اسلامی انجام داد در حضور جناب ندیمی و خانم وحیدی راد عرض کردم، اینها ناچار خواهند بود که یک پاسخی بدن. حالا محض خالی نبودن عریضه هم که شده، هر چقدر هم که کوچک جلوه بدند این عملیاتی که اسرائیل انجام داده، چون اون شب مثلا تمام فضای مجازی رو پر کرده بودند از اینکه خبری نیست، سر و صدایی نیست، اتفاقی نیفتاده، ولی خب اکثریت اهدافی که اسرائیلی ها هدف قرار دادند در اون جاهایی بودند که خارج از مراکز شهری بزرگ یا در حاشیه مراکز شهری بزرگ قرار داشتند. حالا امروز که حتی این خبر رو هم شنیدیم از یکی از این روزنامه هاشون که دوباره صحبت از بازدارندگی اتمی و این حرف ها هم کردن، افزون بر گلپایگانی و از کنم بزرگتون سلامی که حضرت عالی اشاره فرمودید بهشون، و در واقع منابع اطلاعاتی اسرائیل طبق گزارش آقای بارک راوید از آکسیوس، همین فکر کنم نیم ساعت چهل دقیقه پیش بود که این خبر رو ایشون منتشر کردن، که ظاهراً قرار هستش که حمله ای انجام بشه و قسمت مشخصی از این حملات علیه اسرائیل طبق منابع اسرائیلی، منابع اطلاعاتی اسرائیلی، قرار در واقع به وسیله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و حوثی‌های یمن انجام بشه. بنابراین با این توصیف این داستان به این سادگی ها به نظر میرسه که به پایان نمیرسه و جمهوری اسلامی همونجوری که من پیش بینی کردم محض حفظ آبروی رفته خودش در برابر نیروهای نیابتیش و این بدنه نظامی امنیتی که تا بن دندان مسلح کرده در ایران و عمدتا برای سرکوب مردم ایران ازشون استفاده میکنه، ناچاره که یک پاسخی بده و من در این قسمت عرضم رو به پایان میبرم. فقط آقای خلی اگر اشتباه متوجه نشوشن از طریق گروه های نیابتی اما سعی میکنه پاسخ بده، ظاهرا قسمت قابل توجهیش از طریق نیروهای نیابتیه. خب اون میتونه اون حرکتی که نیروهای گروه های نیابتی انجام میدن در واقع به نوعی اون آبروی رفته رو برگردونه، چون برای حمله مستقیم بوده. دقیقاً، و در واقع جمهوری اسلامی ظاهرا میخواد خودش رو در چارچوب محور مقاومت تعریف بکنه و بگه که این دعوا فقط بین ما و اسرائیل نیست، این در چارچوب به اصطلاح محور مقاومت هست، در حالی که دیگه بنده و شما تمام صاحب نظران دیگه با توجه به اسنادی که نیویورک تایمز و دیگر رسانه ها منتشر کردن میدونیم که جمهوری اسلامی و البته اسنادی که اسرائیلی ها منتشر کردن از تونل های حماس، میدونیم که جمهوری اسلامی آگاه بود از اینکه حماس میخواد عملیات، اون عملیاتی رو که منجر به عملیات 7 اکتبر شد انجام بده. حالا شاید دقیقا نمیدونستن که روز 7 اکتبر قرار انجام بشه، ولی کاملا خبر داشتن و به نظر من این مهرز کرد که هماهنگی کامل بین جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش وجود داره.